به نام ایزدمنان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. دولت ساز تعویق دوباره اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری توجیه قانونی ندارد. اشت صبح دسته انتخاباتی دولت‌ساز بر ریاست محمد اشرف غنی از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را در زمان تعیین شده آن اعلام کند. از دید این دسته انتخاباتی تعویق دوباره اعلام نتایج ابتدایی از نظر قانونی توجیه ندارد. بر اساس تقویم جدید انتخاباتی قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 23 عقرب اعلام شود. برخی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات اما گفتند که اعلام نتایج ابتدایی در 23 عقرب دشوار است. دسته انتخاباتی دولت‌ساز در اعلامیه‌ای که روز شنبه 18 عقرب به نشر رسانده از کمیسیون های انتخاباتی خواسته است که در روشنایی قوانین نافذه، مقررات و طرز العمل های انتخاباتی با حرمت گذاری به حق مشروع و قانونی مردم افغانستان تقویم کاری خیش را رعایت و نتایج انتخابات ششم میزان را در زمان و موعد جدید تعیین شده اعلام کند. این دسته انتخاباتی از متحدان بین المللی افغانستان نیز درخواست کرده است که در رفع موانع به خاطر تسریع پروسه اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری با افغانستان همکاری کنند. این دسته انتخاباتی همچنان گفته است که تعویق بی مورد اعلان نتایج انتخابات کشور را در حالت ابهام قرار می دهد و چنین حالت مبهم صدمه مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد کشور و پروسه صلح که برای مردم افغانستان اولویت دارد وارد می کند و مردم را زیر فشار روانی قرار می دهد. دولت ساز از دیگر دسته های انتخاباتی نیز خواسته است که قوانین طرز العمل ها، لوایح و مقررات انتخاباتی، قاعده اشتراک در انتخابات و اصول پذیرفته شده قبلی را احترام بگذارد و به بهانه‌گیری های روزمره که به عادت مبدل شده سبب رنج روانی مردم و صدمه به امنیت اقتصاد ملی و روند صلح نشوند. این دسته انتخاباتی همچنان از رقیبان انتخابات ریاست جمهوریش خواسته است که از اظهار نظرهای غیر مسئولانه و بدون دلایل و مدارک خودداری کنند و در تأمین شفافیت انتخابات با کمیسیون های انتخاباتی همکار باشند. در اعلامیه دسته انتخاباتی دولت‌ساز همچنان آماده است که سایر دسته های انتخاباتی باید در امور کمیسیون های انتخاباتی مداخله نکنند و موجب اخلال پروسه های انتخاباتی نگردند. این در حالی است که روند بازشماری آرا روز شنبه 18 عقرب آغاز شد. برخی دسته های انتخاباتی از جمله دسته های انتخاباتی دکتر عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل اما با این روند مخالفت کردند. از نظر این دسته های انتخاباتی ابتدا باید آرای تقلبی از آرای پاک تصفیه و سپس بازشماری آغاز شود. سه دسته انتخاباتی روند بازشماری آرا را تحریم کردند. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز شنبه 18 عقرب اعلام کرد که روند بازشماری و تفتیش آرای 8255 محل رای دهی در سراسر افغانستان را آغاز کرده است. دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله، صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل روند بازشماری آرا را تحریم کردند. این دسته های انتخاباتی آغاز روند بازشماری آرا را در شرایط کنونی غیر قانونی خواندند و از ناظرانشان خواستند که محل های بازشماری آرا را ترک کنند. کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه 18 عقرب اعلام کرد که روند بازشماری و تفتیش آرای 8255 محل رایدهی در سراسر افغانستان را آغاز کرده است. اما دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که این روند پیش از تصفیه آرای باطل و بدون بایومتریک و نیز بدون مشخص شدن سقف آرای تصفیه شده هر محل آغاز شده است و این کار قانون شکنی است. در اعلامیه این دسته انتخاباتی آمده است این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در حال اتخاذ شده است که آرای تکراری و خارج از زمان و سایر آرای تقلبی تا هنوز تصفیه نشده است. علاوه بر آن تعداد
2432 محل دیگر نیز که تاکنون هیچ کس از موجودیت آنها اطلاع نداشت و هیچ گونه معلومات بایومتریکی در مورد آنها وجود ندارد، بر اساس تصمیم جدید کمیسیون مستقل انتخابات شامل روند بازشماری آرام می‌گردد. ثبات و همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که روند بازشماری آرا را پس از تفکیک و تصفیه کامل آرای تقلبی و بدون بایومتریک آغاز کند. در همین حال شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز با صدور یک اعلامیه بازشماری آرا را در موجودیت آن عده کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که به گفته این شورا در تقلب‌های انتخاباتی دست داشتند، صحه گذاشتن به عمل جرمی این اشخاص دانسته است. هوا علم نورستانی: تأخیر در آغاز بازشماری آرا افغانستان را به بحران می‌برد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که اجلاس امروز شنبه 17 اقرب باید نتیجه بدهد. در غیر آن کمیسیون ارزیابی آرا را شروع می‌کند و تکت‌های انتخاباتی شاکی می‌توانند به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کنند. با گزارش اسپوتنیک با نقل از رسانه‌های خبری کابل، هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات کشور از تأخیر در آغاز بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده و گفته که تأخیر در آغاز این روند افغانستان را به سمت بحران سوق می‌دهد. نشست روز گذشته جمعه 17 اقرب اعضای رهبری این کمیسیون با نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به خاطر یک سلسله مخالفت‌ها بی‌نتیجه به پایان رسید. قرار است که برای این رفع مخالفت ها امروز شنبه باز هم نشست برگزار شود. قرار بود کمیسیون هیئت های خود را با صندوق های رای برای بازشماری رای ها به بعضی ولایات بفرستند، اما بعضی از تکت های انتخاباتی با این عمل مخالفت نشان داده و خواهان فسخ تمام رای های غیر بایومتریک شدند. در نتیجه هیئت‌های کمیسیون به ولایت نرفته و امروز یک بار دیگر بین کمیسیون مستقل انتخابات و نمایندگان تکت‌های انتخاباتی بحث صورت می‌گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید نشست اعضای این کمیسیون با نمایندگان تکت‌های انتخاباتی به نتیجه به پایان رسید و طرفین تصمیم گرفتند که امروز شنبه یک بار دیگر صحبت کنند. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رسانه‌ها گفته است کمیسیون رای‌های غیر بایومتریک را باطل می‌شمارد، ولی اول باید دوباره دیده شود. او افزود 2423 محل رای که آنها بر آن اعتراض دارند باید یک بار دیگر شمرده شود. اگر بایومتریک باشد ما کد ریدر داریم که به اساس آن شناخته می‌شوند، در غیر آن باطل اعلام می‌شوند. ما باید به هر صورت به صندوق مراجعه کنیم. آنها میگویند به صندوق مراجعه نکنید و از همین جا این رای ها را باطل اعلام کنید. خانم نورستانی گفته است که تکت های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی با آنها ملاقات کرده و متحدانه با کمیسیون مخالفت کردند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که عدم بازشماری آرا قبلا هم سبب تاخیر کار انتخابات شده بود و این عمل افغانستان را به سمت بحران سوق میدهد. او گفته است که اجلاس امروز شنبه باید نتیجه بدهد. در غیر آن کمیسیون مستقل انتخابات ارزیابی آرا را شروع میکند و تکت های انتخاباتی شاکی میتوانند به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کنند. آغاز بازشماری و تفتیش آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که بسته‌بندی وسایل تکنیکی جهت بازشماری و تفتیش آرا در حضور ناظرین و مشاهدین آغاز شده است. با گزارش اسپوتنیک با نقل از روزنامه اطلاعات، کمیسیون مستقل انتخابات امروز شنبه 18 اقرب در یک خبرنامه با بیان اینکه بسته‌بندی وسایل تکنیکی به منظور بازشماری آرا آغاز شده از ناظرین و مشاهدین خواسته است با در نظر داشت کمبود وقت به زمان معین که برایشان ابلاغ گردیده برای نظارت و مشاهده حاضر باشند. این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات در حال صورت گرفته است که دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی با نشر یک اعلامیه اقدام کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر بازشماری آرا در ولایت‌ها را غیر قانونی خوانده و از ناظرینش خواسته است که نظارت بر این روند را تحریم کنند.
قرار است کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات را به تاریخ 23 عقرب اعلام کند. اما مولانا عبدالله کمیشنر این کمیسیون به رسانه ها گفته است روند بازشماری ها را تا هنوز آغاز نشده و کارمندان ما به ولایت ها نرفته و با در نظر داشت زمانی که در 23 ماه عقرب نتایج ابتدایی اعلام شود این کار امکان پذیر نیست و تأخیر به میان می آید. سپاس از این که با ما بوده تا ویدئوی دیگر بدرود.